سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید با آنباکس درون DJI Air 2S که از پارس کنون به دستم رسیده در خدمتتون هستم. توی این ویدیو قراره که این درون رو آنباکس بکنیم، ببینیم تو پک محصولش چیا هستش. خیلی هیجان زدم که این کار رو انجام بدم، پس بیوقفه بریم سراغ آنباکسش. من محسود هستم و این چنل بی پرو هستش. دمتون گرم که چنل من رو سابسکرایب میکنید، دمتون گرم که من رو حمایت میکنید، خیلی به حمایتتون احتیاج دارم. بریم سراغ آنباکس DJI Air 2S. یه دونه تو بازار ایران بهش میگن پهپاد، یه دونه درونه. مصطلح ترین اسم بین المللی که داره و صداش میکنن درون هستش، حالا خیلی ها بهش میگن کوادکوپتر، اشتباه نیست ولی خب خیلی هم مصطلح نیستش. بریم واسه آنباکسش. یه دونه روی جعبه یه دونه تلفن تور داره، پشت جعبه الان همونجوری که میبینید پشت جعبه اومده و هر آن چیزی که توی جعبه وجود داره رو گذاشته. بذارید برش گردونم، متعلقات جعبه وجود داره. این قسمت کاملا به جزئیات همه چیز رو توضیح داده، نرم افزارها رو توضیح داده و به این میگن یک پکینگ محصول درست و درمون، یه چیز به درد بخور. روی جعبه هم که عکس محصول رو گذاشته به همراه کنترلرش که کنترلر خیلی حرفه‌ای و خوبی هم داره. قبل از اینکه یه تیغی به جعبهش بندازم بهتون بگم بچه ها، DJI Air 2S یکی از پرفروش‌ترین محصول‌های بازار ایرانه. چرا؟ به خاطر اینکه هم قیمتش منطقیه، مخصوصا پک کمبوش که وقتی شما میگیری یه سری متعلقات داره که اصلا واقعا سورپرایزتون میکنه و دستگاهیه که حالا به خاطر اسبودنش دستگاهیه که واقعا کارتون رو برای گرفتن تصویرهای هوایی واقعا کارتون رو لنگ نمیذاره و کارتون زمین نمیمونه. بریم پک محصول رو باز بکنیم. مشماشو بردارم بذارم کنار. اینجا یه دونه چسب خورده که این رو هم بازش کنم. خب بالاخره باز شد. بیریم یه دونه چسب هم این برداره. باز کردم و بچرخونیم. خیلی خوبه. باز شد. توی جعبه که فوق‌العاده است، یه رنگ مشکی فوق‌العاده حرفه‌ای میذارمش اینجا. خب در جعبه رو که باز میکنید با یه دونه کیف این شکلی مواجه میشید. خب درت بیارم. اول باید این در بیارم. وای، یه دونه دفترچه اینجاست که به واسطه این شیانا اومده اینجا، یه کاتالوگ سطحیه و توی این جعبه کاتالوگ ها هستن، ملخ های اضافه هستن، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و 12 تا. بچه ها 12 تا توش ملخ اضافه داره توی پک کومبو. سورپرایز شدم، ولی بد سورپرایز شدم. یه چیزی اینجا هست که فیلترها هستن، احتمال خیلی زیاد فیلترها هستن که روی در واقع دهنه لنز مانت میشن. یه دونه پورت میکرو USB به
تایپ سی، این طرف هم یه تایپ سی به تایپ سی، دو تا کابل، یه دونه کابل تایپ سی مثل احتمالاً شارژ، و در واقع پیچ هایی که روی جویستیک محصول قرار میگیره. این از اون جعبه مشکیه. بریم سراغ خود محصول. سنگینه، کاملا سنگینه. خب یه دونه کیف داره که کیفش اینجوری باز میشه، پرچم، و بریم سراغ باز کردن کیفه. آخ 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 آخ، خدا وکیلی قلبم درد گرفت. میخوام، نمیدونم تو این جعبه چیه فعلا. جویستیک خیلی خوب، خیلی حرفه‌ای. میریم سراغش حتما بازش میکنم براتون. این نمیدونم چیه، احتمالا جای باتری هاست که باتری ها روش مات بشن و شارژ بشن. و خودش A2S. خب کیفش رو فعلا میذارم این پایین. وقتی که بازش بکنیم به این صورته، دوتا بال پشتی بچه ها از زیر باز میشه، زیر میچرخه میاد بالا. بریم سراغ این جعبه مشکیه که توی بگش بود. من میدونم که دوتا باتری اضافه داره پک کومبو، و واقعا میگم به کار دیگه، کارو زمین نمیذاره. خب این از باتری ها، کابل شارژ، آداپتور شارژر که فکر میکنم میتونه همزمان هر سه تا باتری رو شارژ بکنه. خب قبل از اینکه بریم سراغ خود محصول، بریم سراغ شارژر. از این چسبای کاملا پلومه که یک بار درش باز بشه دیگه نمیتونید مثل دفعه اول به چسب بشه. یه دونه دات شارژه. خب این من این دیارو رو فعلا میذارم این طرف. یه دونه دات شارژه که اگه مثلا خواستید میتونید این باتری ها رو فکر میکنم بذارید روش. ببینم چجوری میذاریم روش این باتری ها رو. اگر اشتباه نکنم اینطوری اینطوری باتری ها میرن اینجوری داخلش قرار میگیرن به این شکل. چون مثلا این باتری هم بذارید، تجربه کاربری بسیار خوبی داره. مثلا این باتری رو هم به همین شکل بذاریم. همین بذاریم اینجا و فشار بدیم داخل. حتی باتری خود روی دستگاه رو هم میتونیم بذاریم اینجوری این طرفیه. فقط فشارش میدیم داخل. الان هر سه تا باتری رو من قرار دارم روی دات شارژ، و اگر بخوام شارژش بکنم به واسطه این کابلی که اینجا هستش، ببینید همین کابل رو فقط اینجا قرار میدم، اینجا قرار میدم و این هم فشار میدم داخل، یه تق هم میکنه. الان دیگه به واسطه این آداپتور و این کابل شارژ هر سه تا باتری به صورت همزمان روی دات شارژ کومبو شارژ میشن. خیلی خوبه، یعنی میتونید همزمان هر سه تا باتریتون رو شارژ کنید، بذارید توی بگ و برید برای گرفتن فوتیجای هوایی. این از
سه تا باتری که من میذارمشون این طرف. اینجا رو یکم خلوتش بکنم. خب بریم سراغ کنترلر. این کنترلر فوق العاده خوش‌دست، یعنی پرهام. یه کنترلر فول خوش‌دست که این قسمتش باز میشه، موبایل رو قرار میدید و با کابل تایپ سی، اگر اپل باشه با کابل لایتینگ میتونید وصلش بکنید به دستگاهتون. دو تا کابل هم اینجا داره که این کابل رو میتونید جدا بکنید و وصل بکنید به دستگاهتون. روی در واقع کنترلر دستگاه دو تا پیچ وجود داره که این پیچ ها وصل میشن به کنترلر. حالت سینه، یعنی در واقع تصویرهای سینماتیک نورمال و اسپورت رو دارید. روی این حالت ببخشید، روی این حالت رکورد و در واقع دکمه شات رو دارید که عکاسی میتونید انجام بدید. روی این قسمت هم در واقع یه تریگری هستش که میتونید زوم کنید، زومتون رو عقب و جلو بکنید، و حالا دکمه فانکشن و دکمه که حالا هولدش میکنید که در واقع درون برمیگرده به خونه. اینجا دوتا جویستیک داره که این جویستیک ها پیچ میشن روی آنالوگ های دستگاه. همونطوری که میبینید با تایپ سی شارژ میشه و البته که یه دونه اسپیکر هم پشت داره که در واقع میتونید صدا رو بگیرید. و چقدر خوشه است، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. با این چهار تا چراغ هم در واقع پاور رو بهتون نشون میده که این هم از کنترلر دستگاه. بریم سراغ خود درون که این قسمت جلو دوربین قرار داره که در واقع حالت روی یک گیمبال بیلتین هستش که کاملا استبلایز هستش. سنسورهای جلو، سنسورهای فوقانی، دو تا سنسور پشت و دو تا سنسور زیر دستگاه برای در واقع بایپاس کردن اشیایی که اطرافتون هستش، اونها رو تشخیص میده و کنارشون گذر میکنه. این قسمت میکرو اس‌دی کارت میخوره و این سمت تایپ سی برای آپدیت کردن فریمویر دستگاه. و حالا اگر خواستید دوربین دستگاه رو هم ببینید، اینجا دونه برچسب داره که باید جدا بکنید اولش و از این زیر یه فشار ریز بدید و در میدان ها اگر ببینید کاملا دوربین ول هستش به خاطر که دستگاه خاموشه و در واقع گیمبالش روشن نشده. بیشتر بحث آنباکس کردن بود و اینکه توی پک کومبو دستگاه چه چیزایی وجود داره. اگر دیتاشو خواستید، حالا اگر ویدیو بعدی رو ساختم و در واقع ریویو کردم، تمام دیتیل دوربین و حالا اینکه در واقع چند میلی آمپر هست به هر باتری و اطلاعاتی که در واقع اطلاعات تکنیکی هستش رو بهتون میگم. رسیدیم آخر این ویدیو. اگر این ویدیو چیزی بود که باید میگفتم و نگفتم، کامنت بذارید بپرسید، حتما جوابتون رو میدم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید، دمتون گرم که من رو حمایت میکنید. مرسی بچه ها، خیلی حسابی میزه شروع شد، اینقدر هیجان زده بودم که آنباکسش بکنم. تا ویدیو بعدی، بدرود.